تنفس پوستی رو با هم دیدیم که توی قورباغه و کرم خاکی بود، که قورباغه مهره داره، مثلا قورباغه رو اینطوری با مش بکوبی که قورباغه رو پاره کنی میبینی توش استخون داره، این مهره داره. بعد تنفس پوستی رو توی کرم خاکی داشتیم که کرم خاکی بی مهره است. گفتم اونایی که تنفس پوستی دارن پوستشون چیه؟ پوستشون مرطوبه. پوستشون مرطوب. حالا میخواییم ساده ترین آبشوش ها رو با هم بررسی کنیم. در رابطه با آبشوش ها اسمش چیه؟ آبشوش یعنی شوشی که تو چه محیطه؟ آب. تو محیط آبیه. آبشوش به دو صورت میتونه باشه. این برگر اینطوری صاف بشین اونطوری تمرکز میاد پایین. نه بده من بده من آبشوش به دو صورت دیده میشه، یا اینطوری جمع شده تو یه ناحیه قرار گرفته یا تو کل بدن پخشه. مثلا توی ستاره دریایی، یعنی ستاره دریایی درسته، این آبشوشاش تو کل بدن اینطوری پخشه. بله، ولی توی ماهی آبشوشش اینجا قرار گرفته، یعنی که پخش نیست. اینو میگن آبشوش متمرکز، یعنی توی یه جا جمع شده، توی یه جا تمرکز داره، به این میگیم آبشوش پخش. ساده ترین آبشوش ها برجستگی کوچک و پراکنده پوستی هستن، مثل آبشوش های ستاره دریایی. درسته؟ ستاره دریایی بی مهره است، یعنی اصلا اسکلت و استخون اینا نداره. در سایر بیمهرگان آبشوش ها به نواحی خاصی محدود میشه، اینو حواست باشه. بله تو ستاره دریایی اینطوری پخشه، تو بقیه بیمهرا خیر، تو یه قسمت محدود شده. مثلا سخت پوستان آبزی، حالا اینو کتابتون هست کرده، سخت پوستان آبزی، این آبشوش داره، بی مهرم هست، آبشوشش هم پخشه، پخش نیستش، میگم پخشه، آبشوشش هم یه جا تمرکز یافته یا متمرکزه. آبشوش پخش ما فقط برای کی داریم؟ ماهی. برای کی؟ ماهی. نه ببین، ماهی که گفتم اینجا اینطوری متمرکزه یه گوشه، برای کی پخشه؟ ستاره دریایی. پس می نویسم تنها بی مهره‌ای که آبشوش پراکنده یا پخش دارد این کیه؟ ستاره دریایی. تو ماهی که پخش نی، تو ماهی ببین اینجا قرمز کردم، میبینی که اینجاست، یه تیکس پخش، یعنی تو کل بدنش اینطوری پر آبشوش باشه، که خب این ماهی اینطوری نیستش. سوالی؟ خب ماهیان اینجا دیدیم و نوزاد دوزیستان آبشوش داره، این چی؟ یعنی نگاه کن، آقا این یه ماهی، بله این قرمز آبشوشش. گفتیم ماهیان نوزاد دوزیستان، این هم مثلا یه بچه دوزیست، یه بچه قورباغه مثلا، این هم پاش، این هم چشوش. بله پس در ماهی ها و نوزاد دوزیستان آبشوش داریم و سخت پوستان آبزی، که اینو کتابتون نگفت، سخت پوستان آبزی، این سه تا آبشوش.
ماهیان و نوزاد دوزیستان نیز آبشوش دارند. تبادل گاز از طریق آبشوش بسیار کارآمد. خب حالا میخوایم اینو توضیحاتش رو بدیم. این قسمت خیلی مهمه، تو کنکورم زیاد اومده. آبشوش ماهی نکتهش زیاده. دیگه اینا رو پاک نکنیم، این نکاتش رو میخوایم داشته باشیم. ببین اینجا آبشوش ماهی رو میبینی، این آبشوش ماهیه درسته؟ بله. آبشوش ماهی از چند قسمت تقسیم شده. یه دونه کمان آبشوشیه که تو کمان آبشوشی رگای خونی قرار گرفته. اینا این که شبیه لوله میمونه، این کمان آبشوشیه که توش رگای خونی قرار گرفته. درسته؟ به کمان آبشوشی رشتهای آبشوشی وصله. اینا رشتهای آبشوشیه. می‌بینی؟ حالا من الان اینو میام اینجا شکلش رو دیگه می‌کشم. پس تو ماهی دیدیم که یه دونه کمان آبشوشی داریم اینطوری، حالت استوانه ماننده. این شد کمان آبشوشی. درسته؟ به این کمان آبشوشی یک رشته های اینطوری وصله. درسته؟ یه رشته های اینطوری بهش وصله. به این رشته ها میگیم رشته آبشوشی. بوله. حالا داخل خود کمان آبشوشی ما دو تا سرخ رگ داریم. روز قرمز نشون بدم. نه اما آبی قرمز بید. این یه دنه آبی نبینه. ببین این که کردم آبی، یعنی تو این خونه تیره است. خونه تیره اینجا وارد میشه، میشه خونه روشن و طریق این سرخ قرمز میره. درسته؟ حالا داخل این رشتهای آبشوشی ما تیغای آبشوشی رو داریم. اینطوری مثلا اینا اینطوری تقسیم بندی شدن، تو هر کدومشون چی قرار داره؟ تیغه آبشوشی. مثلا من این تیغه رو میخوام زوم کنم، این مثلا یه دنه تیغه آبشوشی. درسته؟ درسته؟ یه تیغه آبشوشی. تو تیغه آبشوشی یه شبکه مویرگی داریم که دیگه نمیشه اینو ریز سرش کت کشید. از اینطوری بکشم. یه شبکه مویرگی داریم. درسته؟ آب از بین این رشته ها عبور میکنه، از بین رشته های آبشوشی. آب اکسیژن میده به این، نگاه کن. آب اکسیژن میده و CO2 شو میگیره. این تعادل چرخش. یعنی داخل این رشته های آبشوشی یعنی داخل رشتهای آبشوشی ماهی ما یه عالمه تیغای آبشوشی داریم که تو تیغای آبشوشی تبادل انجام میشه. یعنی تیغای آبشوشی معادل چه بخشی از دستگاه تنفس انسانه؟ ببین تبادل توش انجام میشه. مبادله ای دیگه. تبادل. حالا این شکل خیلی شکل روزه شده و دابونی بود، برگردیم به همون شکل کتاب. اینا این کمان آبشوشیه، این هم رشته های آبشوشیه که داخلش این تیغای آبشوشی قرار گرفت. ببین به یه دونه کمان آبشوشی میبینید دو ردیف متصل شدن. این یه ردیف، این هم یه ردیف. پس اینجا می نویسم به هر کمان آبشوشی
دو ردیف رشته آبشوشی متصل. بله اینا، این یه ردیف اینور، اینم یکی ردیف، ولی هر ردیفش میبینی از چندین رشته تشکیل شده، درسته؟ ببین حالا اینجا این تیغه آبشوشیش قشنگتره. آب میبینی که از درون تیغه ها میگذره، از بینشون میگذره. این اولین نکته که تو کنکور اومد، آب از بین تیغه های آبشوشی عبور میکنه. درسته؟ نه. این یه تیغه است، اینم یه تیغه است، اینم تیغه دیگه است. آب از بین اینا عبور میکنه. ما داخل هر تیغه یک شبکه مورگی داریم. اینا که اینطوری میدین تارن که بودن این شبکه مورگی. ببین اینجا خون کم اکسیژن وارد این تیغه میشه. درسته؟ اینجا هم آب دیگه، ماهی تو آب دیگه. این اکسیژن میاد اینجا وارد میشه. خون کم اکسیژن چی میشه؟ خارج. اکسیژن دار میشه دیگه و از اینجا پر اکسیژن خارج میشه. پس نگاه کن، این یه رگه، این یه رگه، اینم یه رگه دیگه است. این رگه داره خون کم اکسیژن رو وارد این تیغا میکنه. خون کم اکسیژن که وارد این تیغا شد، اکسیژن میگیره. اکسیژن بگیره میشه خونه چی؟ اکسیژن. یا خونه پر اکسیژن. وقتی پر اکسیژن شد، اونور خارج میشه. حالا نکاتی که اینجا چقدر این شکل تو کنکور سوال اومده. الان جهت حرکت خون از کجا به کجاست؟ خارج به داخل. اینجا دیگه، اینجا که نوشته خون کم اکسیژن، خون داره میاد اینجا پر اکسیژن میشه، اینجا خارج میشه. پس از کجا به کجا هست؟ از این وره. ببین خون کم اکسیژن اینطوری اینجا میاد، اینطوری عبور میکنه، عبور میکنه، درون تیغه این مدلیه، اینجا این مدلیه، اینجا این مدلیه. بعد وقتی عبور کرد میشه پر اکسیژن، درسته؟ چون اینجا اکسیژن میگیره دیگه. بعد وارد این رگ میشه، اینطوری وارد میشه، وارد میشه، اینجا هم خارج میشه. پس ببین این جهت، نگاه کن، خونه کم اکسیژن وارد این تیغه شد، خارج شد. خونه کم اکسیژن وارد این تیغه آبشوشی شد، اینجا خارج شد. خونه کم اکسیژن وارد این تیغه آبشوشی شد، اینجا خارج شد. حالا به چه صورت اینجای تست تر میکنه، ما رو اذیت میکنه؟ الان جهت حرکت آب رو نگاه کن، جهت حرکت خون تو این تیغه رو ببین چه مدلیه. نگاه کن جهت حرکت خون این مدلیه، یعنی از خون کم اکسیژن از این ور تیغه به اینجاست، ولی آب مخالفش. آب مخالفشه، اینجا داره رد میشه. این اولین نکته است که حالا این خیلی درست شد. جهت حرکت آب و جهت حرکت خون در تیغه میگن 180 درجه است یا مخالف همه. بله درسته. خب پس دیدیم اینجا جهت حرکت خونه، اینجا جهت حرکت آبه، خلاف همه. حالا جهت حرکت خون تو این رگه رو میبینی؟ این مدلیه. جهت حرکت خون تو یکی رگه رو میبینی؟ این مدلیه. جهت حرکت آب هم نگاه کن، نسبت به هم چی هم؟ عمودن. پس رابطه عکس مگه قانون فیزیکیه؟ خب جهت حرکت خون در رگه ها با جهت حرکت آب 90 درجه است.
یا عموده. ناکن اینجا خون داره این مدلی میره، آب این مدلیه، این زاویه 90 درجه. یا اینجا خون داره این مدلی میره، آب این مدلیه، اینجا زاویه 90 درجه. پس اینجا دیدیم جهت حرکت خون داخل تیغه با جهت حرکت آب مخالف بود. این باعث میشه که بازده این تبادل بره بالا. چون نگاه کن اینجا وقتی که آب جهتش اینوره بعد جهت خون اینوره، این باعث میشه که این آب بیشترین تماس رو داشته باشه، درسته؟ و بیشترین تماس رو داشته باشه، بیشترین اکسیژن رو میتونه این تیغه ها بگیره. مثل این میمونه. به نظرت دو تا ماشین وقتی برخلاف همدیگه با هم تصادف کنن، این خیلی ضربه شدیدتر و خفنتر تصادف، یا مثلا اینطوری که دارن میرن اینطوری به هم بزنن مخالف هم باشن، این جهت هم مخالف هم، این مخالف هم، این داره اینطوری میاد، داره اینطوری میاد، بیشترین ضربه، بیشترین چیز، بیشترین تصادف رخ میده. اینجا هم همینه. وقتی جهت حرکت آب با جهت حرکت خون تو تیغه مخالف همه، بیشترین تماس رو دارن، بیشترین برخورد دارن، بیشترین تبادل رو دارن. این باعث اینش. حالا به نظر تعداد تیغه های آبشوشی بیشتری یا تعداد رشته های آبشوشی؟ رشته. ناکن هر رشته آبشوشی از چندین تیغه تشکیل شده، هر کدوم این قرمزه یه تیغه است، پس تعداد تیغه های آبشوشی بیشتر. بعد تعداد کی بیشتره؟ بیشتر. بعد هم کمان دیگه، این کمان اینجا یکیه، این همه بهش رشته متصله. اینجا حالا این نکتهشو بخوام بنویسیم، تعداد تیغه های آبشوشی از کمان های آبشوشی بیشتر است. بله درسته، اینم رشته های آبشوشی که گفتیم کمان های آبشوشی متصلن، اینم رگای خونی داخل کمانن که این رگای خونی داخل کمان اینجا کوچیکتر میشن، انشابات کوچیکشون اینطوری میبینی از بین تیغا داره عبور میکنه، درسته؟ اینجا هم این شبکه مویرگیه، به این حالت های کلافکی شکل که مویرگ اینجا وجود داره، این مدلی در هم تنیده شده، به اینا میگیم شبکه مویرگی. این آبشوش توی ماهی بود. آبشوش توی ستاره دریایی برجستگی رو پوستش، الان این ستاره دریاییه، این پوستش اینطوری برجستگی داره، میبینی؟ اینا برجستگی هن، این یه برجستگیه، این برجستگی پوستش، میبینی اینو؟ این یه برجستگی پوستی، این یه برجستگی پوستی دیگه، این توی ستاره دریاییه، اینطوری اکسیژن رو میگیره، سودا هم میده، همین تبادلش این مدلی، این برجستگی پوستی، پس اکسیژن رو و سودا رو. ببین بین دوتا برجستگی این پوست عادیشه، این تو تبادل نقشی بله. به غیر از برجستگی ها در جاهای دیگر تبادل نداریم، اینجا مثلا نداریم، اینجا مثلا نداریم، اینجا مثلا نداریم، فقط تو این برجستگی ها داریم. این هم از این مورد. اینجا هم که میبینی، ببین هر کدوم معنی یه سلول هم، میبینی این لایه سلولیشه، درسته؟ بله. حالا برجستگی شد، میگم برجستگی، برجستگیشو نگاه کن، هر برجستگی رو خیلی نکتهش ریزه، این یه لایه سلول، اینم یه لایه سلول دیگه، دیدی؟ پس هر برجستگی از چند لایه سلول تشکیل شده؟ دو لایه. هر برجستگی دو لایه سلول داره. اینجا هم با هم دیدیم.
درسته؟ نه از این موردی، اینجا مایعات بدنش، اینجا مایعات بدنشه که این مایعات بدنش تو این حفره ها مجاری ها اکسیژن رو اینجا این برجستگی پوستی میگیره، CO2 رو بهشون میده، میشه تبادلش. حالا این برجستگی تو کل بدن ستاره دریایی پخش اینطوری، درسته؟ به این برجستگی کوچیکش یعنی به هر کدوم این واحده این آبشوش میگیم، این آبشوشش. ستاره دریایی از خارپوستان، یعنی پوستش حالت خارداره، خیلی حالت زبره. این هم نکات این قسمت. و اما تنفس ششی، ما تنفس ششی رو تو کیا داریم؟ تو دوزیستان، دوزیستان بالغ. ببین دوزیست یکی نوزادشه یکی بالغشه، بله؟ نوزاد دوزیستان تنفسش گفتیم چیه یادته؟ آبشوشیه. ولی این وقتی بزرگ میشه آپدیت میشه، تغییر آپشن میده. وقتی دوزیست میشه بالغ دیگه تنفسش میشه شوشی، یعنی دیگه آبشوش ندار. خب پس وقتی اسم تنفس شوشی میاد، ما اینو توی دوزیستان داریم، دوزیستان بالغ، بله. دیگه برات بگم که توی پستانداران داریم، توی خزندگان داریم، بله. خزندگان باید صحبت کنیم در رابطش، خزندگان توی پرندگان هم داریم، درسته؟ دوزیست بالغ تنفسش هم شوشیه هم پوستیه، نه دیگه آبشوش نداره، یعنی همین از پوستش میتونه تبادل گاز انجام بشه. اون شبکه‌های مودگی بود که نزدیک پوست بود، یعنی اگه پوست قورباغه باشه اینطوری اکسیژن رو میگیره هوا، کربن دی اکسید بهش میده از طریق شبکه‌های مودگیش، و هم از طریق نفس کشیدن، یعنی هم شوش داره هم پوستش نقش داره. ایرادی؟ خب حلزون از بیمهرگان خشکیزیه که برای تنفس از شوش استفاده میکنه، درسته؟ پس اینجا یه جمع‌بندی دیگه اگه من بخوام بکنم برای بیمهرگان، بیمهرگان اینا میتونن خشکیزی باشن، میتونن آبزی باشن. بیمهرگان خشکیزی مثل حلزون، بله، این شوش داره، تنفسش شوشی. یا مثلا یه بیمهرگانی مثل کرم خاکی، درسته؟ تو خاکی دیگه، این تنفسش پوستیه، درسته؟ بیمهرگان آبزی هم مثل ستاره دریایی چی بود؟ تنفسش برجستگی پوستی داشت که اون برجستگی پوستیش مثل آبشوش بود، نه آبشوشیه. پس سرت باشه تو بیمهرگان هم تنفس آبشوشی دیده میشه، هم پوستی هم شوشی، مثلا حلزون، پوستی مثلا کرم خاکی، آبشوشی هم مثل ستاره دریایی. در مهرداران ششدار سازوکارهایی وجود دارد که باعث میشه جریان پیوسته از هوای تازه در مجاورت بخش مبادلهی برقرار بشه. این سازوکارها به سازوکارهای تهویهی شهرت دارن. حالا با هم میگی. مهرداران دو نوع سازوکار متفاوت توی تهویه دارن. مثلا الان بهت میگم بعد میخونم. ببین ما یکی پمپ فشار مثبت داریم، یکی پمپ فشار منفی. پمپ فشار منفی مثل انسان که میگفتم
قفسه سینه در اثر انقباض بین دنده خارجی و دیافراگم بزرگ میشه. به خاطر ویژه به خاطر پیروی شش از حرکات قفسه سینه، پس شش هم بزرگ میشه. پس قفسه سینه بزرگ بشه، شش هم بزرگ میشه. ما میگفتیم ضرب فشار در حجم ثابت دیگه، این وقتی بزرگ میشه یعنی حجمش کم میشه، وقتی بزرگ میشه حجمش زیاد میشه. حجم زیاد بشه طبق اون قانون فیزیکی فشار چی میشه؟ کم میشه. یعنی فشار در نشوش کم میشه. هوای بیرون فشارش بیشتره چون هوای در نشوش کم شده دیگه. پس هوا از جای پرفشار میاد به جای کم میشه. این میشه عمل در. این میشه پمپ فشار منفی. یعنی فشار هوای درون شش منفی میشه که هوا از بیرون بیاد واردش بشه. درسته؟ پمپ فشار مثبت چیه؟ تو پمپ فشار مثبت خیلی ساده است. مثل قورباغه. دیگه این دیافراگم و مایچای بین دنده خارجی و اینا مطرح نیست. اینا هوا رو قورت میدن. اینطوری. تو قورباغه این مدلیه. هوا رو قورت میده. یعنی دیگه لازم نیست که درون شش فشار بشه منفی و هوا از جای پرفشار بیاد به جای کم فشار. این مکانیسم رو ندارن. یعنی هوا برای این که وارد شش اینا بشه اینا چیکار میکنن؟ هوا رو قورت میدن. ولی تو انسان چون فشار منفی میشد خود ریه هوا رو میکشید مثل جاروبرقی داخل. انسان این جاروبرقیه، ریهش هوا رو بیرون میکشه داخل. ولی تنفس توی قورباغه مدلی نیست، ریهش مثل جاروبرقی نیست، نمیتونه هوا رو مکش داشته باشه بکشه داخل. چیکار میکنه هوا رو؟ قورت. بهم میگیم پمپ فشار مثبت. بله اینه باشه. پس توی انسان و پستانداران پمپ چیه؟ منفی. فشار منفیه، مکش جاروبرقیه، هوا رو میکشه به سمت داخل. ولی این مکشه توی قورباغه نیست چون پمپش فشار مثبته، این باید هوا رو قورت بده. مهرداران دو نوع سازوکار متفاوت در تهویه دارن. مثلا قورباغه به کمک مایچای دهان و حلق، یادت تو گوارش گفتیم مایچه تو دهان، حلق، ابتدای مری و دریچه‌های مخرج، دریچه خارجی مخرج از نوع ارادیه نمید بشه. قورباغه با کمک مایچایی که تو دهان و حلقشه با قورت دادن هوا رو به ششش وارد میکنه. اینو بهش میگیم پمپ فشار مثبت. و اما نکات این شکل یه اسلاید دیگه فکر کنم بده. ببین قورباغه بینیشو باز میکنه، درسته؟ هوا وارد دهانش میشه، قبول؟ الان اینجا تو حفره دهانیش حجمش چی شده؟ بیشتر زیاد شد. پس اینجا می‌نویسم حجم زیاد. پس تو حفره دهانی حجمش زیاد. اینجا می‌نویسم شکل یک. تو شوشا حجم هوا چیه؟ کم. حجم هوا کم. ببین تو حالت دو، یعنی شکل دو، اینجا بینی چی بود؟ باز. تو حالت دو این بینی شو اینطوری می‌بنده، این هوایی که بود تو حفره دهانی اینو اینطوری وارد ریه‌اش می‌کنه. پس اینجا حجم حفره دهانی چیه؟ کم. حجمش کمه. حجم توی این ریه‌اش چیه؟ زیاد. حجم زیاد، اینجا هوا زیاد. این دم توی قورباغه است. یعنی اینطوری هوا رو وارد ریه‌اش میکنه. این هم می‌نویسم دو. حالا یه مقایسه ریز بخوام اینجا رو بکنم، حالت یک و دو، نویسم دم توی قورباغه ببینیم توی حالت یک میبینیم بینی چیه؟ باز. بینی بازه. یک، هوا وارد حفره دهانی شده.
حجم با وی نشون میدیم. می نویسم وی حفره دهانی زیاد، وی شش کم. حالا کم رو با این فلش روی پایین نشون. تو حالت دو بینی چی میشه؟ بینی بسته میشه. هوا از حفره دهانی وارد چی میشه؟ شش. بعد هوا از حفره دهانی وارد شش میشود. یعنی حفره دهانی هواشو به شش میده. پس وی حفره دهانی چی میشه؟ زیاد. من دیگه ببین هواش داده به شش، هوای خودش کم شده، پس حجمش چی میشه؟ کم. حالا حجم شش چی میشه؟ زیاد. حالا این هوا اینجا وارد شش شده، با خون تبادل میده. بعد این موقع توی قورباغه دم توی قورباغه از طریق شش این مدلیه. درسته؟ پوستی هم که میتونه داشته باشه دیگه، یعنی تنفسش گفتیم هم از طریق شش هم از طریق پوست، یعنی هم هوا وارد ششش میشه با خون تبادل انجام میده، هم از پوستش با خون تبادل انجام میده. ولی تو انسان و پستانداران سازوکار فشار منفی داریم که هوا به وسیله مکش حاصل از فشار منفی قفسه سینه به شش وارد میشه. یعنی در واقع اینجا هوا فشارش زیاده، فشار قفسه سینه منفیه یا کمه، هوا از جای زیاد میره جای کم. درسته؟ که این گفتیم میشه پمپ فشار منفی. پمپ فشار منفی بشه مثلا جاروبرقی یا همون مکش اینجا داریم. باید قورباغه نه، چون مکش نبود باید قورت میداد. پرندگان به علت پرواز نسبت به سایر مهره داران، این نسبت به پستانداران، نسبت به دوزیستان، نسبت به خزندگان، نسبت به ماهیا انرژی بیشتری مصرف میکنن. معلومه دیگه پرواز خیلی انرژی میخواد که رو هوا باید داری بال بزن، پس به اکسیژن بیشتری نیاز دارن. پرندگان شش که دارن، حالا علاوه بر شش یه ساختاری هم دارن به نام کیسه هوادار. درسته؟ کیسای هوادار. این کیسای هوادار رو با کیسای هوایی قاطی نکن. کیسای هوایی اون هوابک ها بودن که توی شوش بودن. کیسای هوادار این هست که میخوام الان صحبتش رو کنیم. به این وقتی میگیم مهرداران، خود مهرداران شامل پستانداران، پستانداران اینه که پستان دارن دیگه اسمشوش، مثل انسان، سگ، گربه، خر، شیر، باب، پلنگ. پرندگان اونایی که پرواز میکنن. خزندگان اونایی که اینطوری میخزن راه میرن، مثل مارو مثلا. دیگر رو بگم ماهی ها و دوزیستان. این میشه مهره دارن. اینا مهره دارن، یعنی توشون اسکلت دارن، مثل ما که اسکلت داریم. این حالا اسکلت دو استخونه، این استخونه. قبوله؟ توی مهرداران پستانداران دیدیم شش داشتن، پرندگان دیدیم شش داشتن، به اضافه کیسای هوادار، خزندگان هم شش دارن، ماهی ها آب شش دارن، بله، دوزیستان اگه نابالغ باشه آب شوش، اگه بالغ باشه آب شوش به اضافه تنفس پوستی. این اینجا کیسای هوادار که اینجا داریم میبینیم، این باعث میشه که کارایی تنفس و پرنده بره بالاتر. تو کیسای هوادار قاعدتاً چی هست؟ هوا دیگه. این باعث میشه که وزن پرندگان بیشتر سبکتر بشه، چون هوا اینجا هست این سبکتر میشه. توپ دیدی؟ توپی که باد نداره به نظرت مثلا حالت سخته یا مثلا سنگین ماننده. یه وقتی توپ اینطوری پرباده یه حالت سبک میگیره تو خودش. اینم همینه. این کیسای هوادار باعث میشه که پرندگان بهتر پرواز کنن، سبکتر بشن. حالا میخوام نکته ای که تو کنکور امسال اومد و خیلی ها نتونستن جواب بدن رو با هم حل کنیم.
درسته؟ اولا نمیگم پرندگان دیافراگم ندارن، این نکته برای کتاب نظام قدیم بود که تو کنکور 1401 خارج بود، نه بعد اون طراح جای خالی اینو سوال میداد ولی داد. پرندگان دیافراگم ندارن، درسته؟ میاد بشه. حالا نگاه کن، این سطح جلویی پرنده است، میبینی که اینجا نایشه دیگه، مثلا اینجا، حالا اینو من پاک کنم، اینجا مثلا کله پرنده قاعدتا قرار میگیره اینطوری، این مثلا چشای پرنده است، اینه مثلا منقارش، درسته؟ این میشه نایش، درسته؟ اینا کیسای هوا دارن. ببین کیسای هوا دار تو پرنده به عقبی و جلویی تقسیم میشن. عقبی یعنی اونایی که به عقب بدنش نزدیکترن، جلویی یعنی اونایی که به جلوی بدنش. الان کیسای هوادار عقبیش چند جفته؟ دو جفته. یکی یعنی یه جفت، اینم دو جفت، یکی دو تا سه تا چهار تا. پس کیسای هوادار عقبیش دو جفته، کیسای هوادار جلویش نگاه کن، این یه جفته با یه دونه تکی، میبینی؟ یه جفت نارنجیه، این یه دونه قرمز هم تکیه. پس اینجا مینویسم آها، همونو میخواستم بگم، یک جفت نارنجی است، یک جفت صورتی است. پس مینویسم دو جفت به اضافه یه دونه تکی، این قرمز تکی است، این اون تکی است. پس کیسای هوادار تو جلو بیشتر یا عقب؟ جلو. تو جلو، تو جلو دو جفته به اضافه یه دونه تکی، ولی عقبی فقط میبینی که دو جفته. این دوتا صورتی ها رو میبینی؟ اینا در مجاورت نای قرار دارن، در مجاورت نای. این هم میبینی قرمز تکیه، این تکیه دیگه هم در مجاورت نای هستش. این میدونی چیه این دوتا تو سیاه؟ اینا شش های پرندن، درسته؟ شوش که میدین دوتا سیه. حالا کیسه های هوادار عقبی رو میبینی؟ کیسه های هوادار جلوی هم میبینی؟ میبینی که در مجاورت شوش هم. ببین در مجاورت شوش ما چیا رو داریم؟ میتونی بگی؟ کیسه های هوادار عقبی یک جفتش اینا، یک جفت عقبی زرد. دیگه چی داریم؟ یک جفت جلوی. آها، یک جفت جلوی نارنجی، آها، این یک جفت جلوی نارنجی و یه دونه همین تکیه، یه دونه جلوی تکی. اینجا هم محل دوشاخه شدنه نای هستش. اینجا شوش که دوشاخه نمیشه، این نایشه که اینجا دوشاخه شده، درسته؟ خب محل دوشاخه شدن نای، ببین در مجاورت با این یک جفت کیسه هوادار جلوییه، میبینی؟ در مجاورت اینه، در مجاورت این نیست، درسته؟ پس این محل دوشاخه شدن اینجا مینویسم در مجاورت یک جفت جلویی نارنجی اینا، این محل دوشاخه شدن در مجاورت این دوتاست، درسته؟ دیگه سوال نری. ولی این دو جفت که میبینی خیلی باریک تر هستن، این نمیستم چی؟ باریک ها، این باریک ها میبینی در مجاورت خود نای هستش، نه محل دوشاخه شدنش. اینم از این نکته بشه. ببین داخل کیسه هوادار گفتیم هوا هستش دیگه، درسته؟ بله، فقط هوا هست برای اینکه این پرنده رو سبکتر کن و چابکتر. کیسه هوادار تو تبادل نقشی نداره. کیسه های هوادار در تبادل نقشی نداره. تبادل فقط شش،
تعبدال چوش پرنده درسته؟ اینم از این، اینم از این. پس یاد باشه تنها کیسای هوادار، یعنی تنها بخشی که میتونه جفت نداشته باشه بخش جلویه، که این یدنه رو به صورت تنها داره، که اینم بی حالتی قرار گرفته این قرمزه انگار پشت نایه، میبینی؟ این نایه این قرمزه پشتشه، ولی این دوتا در مجاورتشن، میبینی؟ اطرافشن، یعنی کنارشن، ولی این پشتشه، پشت. درسته؟ اینجا میبینی کیسه هوادار جلویی نسبت به شش تو سطح جلوتر یا عقبتر؟ جلوتر. جلوترن. این جلوتره، شش عقبتره. این هم از این فصل.